بیت چه خوب. صابر شیخ عبدالله دیاکو رسولزاده در زندان ارومیه اعدام شدن. لابد امشب سید علی آقا با چه کیفی شام میخوره. دوتا رو کشتن دیگه. سه نفرم در نوبتن. از جوانای این کشور که به خاطر آبان ماه چون در تظاهرات بودن قصد کشتنشون. آقای خامنه ای اینا رو پس خواهی داد. به خدا قسم پس خواهی داد. تمام این لحظاتی که چشم مادران رو گریان کردی پس خواهی داد. بترس از روزی که چشم همسرت در درد مرگ بچه هاش عشق میریزه. مادر همسر صدام در ابوظبی بود، پسراشو کشتن یا قطر بود، بعد شوهرشو، بعد داماداشو، بعد برادر شوهرشو خورد شد ساجده و اینا تماشا. آقای خامنه‌ای نکن. دو جوون بیگناه رو کشتی که اینا بم گذاشتن توی سلنده به دروغ در سال روز فتنه سید روح الله. خیلی دردناکه واقعا. من این مقامات جمهوری اسلامی رو که برای این رژیم خدمت میکنن میگم اینا چه خیانت گارانی هستن. اینا چجوری میرن شب میشینن با زن و بچه شون، شب میرن میشنن غذا میخورن، میرن با دمدم سیغه شون با هر کی. ولی واقعا برای من دردناکه اینا چطوری میتونن تحمل کنن، چطوری تلخ و دردناک سرنوشت ملتی که مش آخوند، آخوندهایی که به هیچ چی اعتقاد ندارن. شما فکر کن این رژیم به هیچ چیز اعتقاد ندارن، به هیچ چیز، هیچ نوع، در واقع وقتی نگاه میکنید میبینید هیچ نوع پرنسیبی، هیچ نوع اخلاقی، هیچ کدوم اینا برای این رژیم ارزشی نداره. داشتم تو خبرها میخوندم راجب فساد در درون سپاه، ابعاد بسیار گستردهی پیدا کرد و در اینجا اشاره شده که بله آقای اسم چند نفر اومده که اینا به عنوان محمد سرفراز که رئیس سرفراز که رئیس صدا و سیما بود و بعد داستانش رو یادتونه اینجا ما پخش کردیم و قصه ایشون اومده در برنامه اتاق شیشه‌ای صدا و سیما با عبدالرضا داوری صحبت کرده و اشارات کرده به ماجرا. میدونی شهرزاده میرقلی خانی بانویی بود بسیار مورد محبت و احترام آقای سرفراز. این خانم رفت به عمان و اون فیلمو دیدیم، لحظه ای که آقای سرفراز اومد مدارک رو برای این خانم آورد و این خانم تهدید کرد مدارک رو خواهد کرد. یه مقدارش هم منتشر کرد به صورت تلفنی گفت. ولی الان محمد سرفراز اومده فساد جمال آبرومند رو بیان کرده. جمال آبرومند خب معاون سپاه بوده، قدرت بسیار داشته. بعد اشاره کرده که 4 پروژه فنی اقتصادی وجود داشته که در واقع دیتا سنتر 50 میلیارد تومان برای اون هزینه شده بود، پروژه آی پی تی وی که 9 میلیون دلار برای اون خرج شده بود، پیام رسان سروش و مزایدات صدا و سیما به ارزش 1650 میلیارد تومان و نقطه عطف این پروژه ها مزایده های صدا و سیما بود. بنا به خواسته کیا؟ محمد سرفراز، حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه. محمد سرفراز گفته حسین طائب، جمال الدین آبرومند معاون فرهنگی و معاون هماهنگی سپاه، اینا قصد مشارکت در مزایده ها داشتن. مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مزایده ها شرکت کرد. البته آبرومند و انقدر بی آبرو شده بود که کنارش گذاشتن. مهردادی هم 1 سال هیچ خبری ازش نیست.
بله آقای محمد سرافراز جرأت نمیکرد راجبش حرف بزنه، اما حسین طائب این جرثومه جنایت و فساد که بسیار مورد عشق و محبت آقا مجتبی خامنه‌ایه الان درازش کردن، نمیدونم چرا. هنوز سوال پاسخ ندارم که چطور الان او رو دراز کرد. البته میگویند که آقای طائب مشکلاتی پیدا کرده با آقای قالیباف. قالیباف فرد مورد حمایت آقا مجتبی است. مجتبی اون چیدمانی که کرده، قالیباف و شمخانی دو تا از مهره‌های اصلیشه که قراره در زمانی که او ولایت رو داشته باشه اینا مقامات عالیه نظام رو داشته باشن. مثلا یکشون رئیس جمهور باشه، یکشون هم که خیلی طبیعی است پوزش میخوام صدای تلفن ما میبندیم باز یه دفعه میبینی یکیش هنوز روشنه، پوزش میخوام ازتون و یکیش میبینیم روشنه و شما وسط برنامه صدا رو میشنوید. در حال پوزش میخوام میبودی عزیزم من بود، حالا بعد از برنامه حتما به او تلفن خواهم کرد. باری در حال آنچه که آقای سرافراز مطرح کرده در واقع داستانی است که ما از زمان دور و درازی میدونست و اینجا مطرح کرد. سپاه آلوده است، از بطن سپاه جز تعفن بیرون نمیاد. سپاه سید علی آقا در دزدی ها، جنایات، در خیانت ها، در وطن فروشی ها نمره اول او نمره اول. وقت در مقابل ارتش عزیز، ارتش نازنین، ارتشی که چقدر زخم بر تن داره و من در آغاز برنامه اون شعر رو به ارتشی ها تقدیم کرد، ولی سپاه آلوده حالا همجوری میفته بیرون، همجوری یکی یکی میفته بیرون و آقای آبرومند بی آبرو به هر حال ایشون از سپاه فعلا بیرون زده شدن، یه شغلی بهش دادن، معاون جعفری شد. این تشکیلات قلابی که درست کردن برای اینکه سر جعفری گرم باشه و ماشین ضد گلوله رو داشته باشه و راننده بود و به هر حال صداش در نیاد، صدا خفه کن بهش داد. اینا کارهاییه که سید علی آقا میکنه. وزیر خارجه داره دولت، وزیر خارجه آقای ظریف، مشاور بین المللی و دیپلماسی داره آقای علی اکبر ولایتی طبیب حضور. بعد میاد حکم میده به خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی. پدرم میخوای به یکی نون آب بدی؟ خب کاری نداره، تو اون دفتر مبارک که از زمان خمینی 76 نفر تبدیل شدن به 14000 نفر، اینم بر اونجا یه شغل گوشه بهش بده. خرازی برای آفتابداری که خوب ببرش اونجا بهش بده. آدمی که خیانت کرد توی سازمان ملل با اون جمله‌ای که در گوشه خاتمی گفت ما رو محروم کرد، اینا یادمون نره. ما مردم باید اینا یادمون باشه. باید یادمون باشه صادق خرازی آدمی بود به وطنش علاقه داشت، حاضر نشد احمدی نژاد رو تحمل کنه، استعفا داد از سفارت. اما عموجانش هم یادمون باشه کیه، اینا رو فراموش نکنیم. دوتا آقازاداشون تو امریکا هستن اما مرگ بر امریکا. بله حضورتون عرض کنم که آقای گفت از علی عسکری رئیس رادیو تلویزیون رو همیشه یاد میکنم اینجا. حاج عزت هم یه موقعی جزو آدمایی بودن که تو برنامه من همیشه حضور داشت. حالا حاج عزت مدرن شده، داره تمرین میکنه برای نامزدی ریاست جمهوری، جز کسانی است که میخواد بیاد. البته او تنها نیست، حسن عباسی اون مجنون بزرگم، اون حسن عباسی هم تصمیم داره رئیس جمهور بشه و اخیرا دید نگاه کنید دولت زندگی دولت 1400، یعنی یه مجنون دیوانه به نام حسن عباسی میخواد رئیس جمهور بشه. خب حاج عزت هم میخواد رئیس جمهور بشه.
تعداد دیگری هم مثلا جلیلی هم میخواد رئیس جمهور بشه. به هر حال کسایی هستن که باید ردیف بکنه آقا مجتبی برای آینده خودش. آقای زرقامی نقل میکنه از کسانی که میگه اینا گفتن مجری زن باعث تحریک مردها میشه در صدا و سیما. خاک بر سر اون مردایی که مجری زن باعث تحریکشون میشه. این همه زنا تو سینما ایران هستن، اغلب هم بسیار زیبا و توی خیلی هم رعایت حجاب نمی کنن. چقدر خوب و بسیار هم فیلم هایی تو درست میکنن، همه نگاه میکنن. اون باعث تحریک نیست. اما اگر یک گوینده بیچاره در صدا و سیما یه دونه تار موش بیفته بیرون، آسمون به زمین میاد، ناصر ابوالمکارم خوابش نمیبره، آقای وحید خراسانی میلرزه، ناراحت میشه، اعصابش به هیجان میاد. اینا هست. هم نفاق. همین سریال هوملند که بهتون میگم، یه صحنه ای است که یکی از مقامات بزرگ مالی سپاه میاد به ابوظبی و اونجا یه خانم انتظارشو میکشه. البته معلوم شه جاسوس اسرائیل و چه اتفاق. دونه دونه اینا رو در این سریال پیادهشون کردن که اینا چه کسایی هستن. جاسوسن، اخلاقشون نادرسته. گوش بدیم ببینیم آقای حاج عزت چه میگوید، آقای زرقامی. از این ور کسایی هستن که میگن آقا رسانه باید بتونه همه چی نشون بده. مثلا مبتذل، عذر میخوام، مثلا فیلمای مبتذل پورنوگرافی که بالاخره دنیا هست، صدا و سیما باید نشون بده. نمیتونیم نشون بده. اصلا نمیشه نشون داد و نباید نشون. این ورش هم هستن. این برم آدم های سختگیری هستن. من چون با این بزرگان حالا جلسه زیاد داشتم، شما میری باشون جلسه میذاری، طرف میگه آقا خانوم نباید اخبار بگه. آدم بسیار محترم، روحانی بسیار بزرگوار، حاج آقا چرا؟ میگه ببین اصلا زن وقتی شما کلوزاب به تعبیر ما میذارید، این داره اخبار میگه، سر و صورت و چشم و ابرو و نوع برخورد کردنش اینا، این مایه مثلا انحراف جوونا میشه، این مایه تحریک مرد هزار تا. اون آخوندی هم که بهش گفته یکی از همین نوع وحید خراسانی و ناصر ابوالمکارم و اون یکی مصباح یزدی و از این قبیل هستن. 45 سال از مردی افتادن و وقتی این خانوما باعث تحریکشون میشه. واقعا من اینا رو که میبینم میخوام تو سرشون بزنم. این آدمایی که عقب افتاده های بدبختی که هنوز نمیدونن در کجای جهان ایستادن و ایران کجاست، ایران 40 سال پیش کجا بوده، زنان ایرانی در چه مقام و منزلت و جایگاهی. و درود میفرستم این بانوانی که در این 41 سال پرچم مبارزه رو در دست گرفتن. در روزگار جنگ نذاشتن خانه هاشون از هم بپاشه، خانواده هاشون از هم بپاشه، و بعد از جنگ با زیبایی، با آرایش، با لباس های زیبا خار کردن تو چشم آخوندهای متحجر و وردستاشون. یکی از موضوعاتی که دیروزم بهش اشاره کردم این موضوع زمه، همینجوری توی سر من مونده. هر بار میرم نگاه میکنم به این جوان که دچار اوهام شد، وهم گرفتش و خودش هم نمیدونست چی کار داره میکنه، ولی این بازجویی که به شکل مصاحبه اومدن در صدا و سیمایی که یکی از شعبه های وزارت اطلاعات پخش کردن، زم بچه وهم زده بوده ولی یه هوشمندیایی هم داره. من یه تیکای براتون میذارم، فقط میخوام ببینم شما متوجه میشید که چه اشاراتی روح الله داره میکنه. با هم میبینیم. مصاحبه زم تحریف شده پخش شد، اما اون پیاماش رو آنچنان زیر پوستی رسوند که بازجو خبرنگار و ادیتورش فیتیل پیت شدن. رضوانی تلاش کرد با بیان اینکه ما در محل بازجویی نیستیم، لقب بازجو خبرنگار رو از پیشونی خودش پاک کنه. خواستیم یک گفتگوی بدون تعارف داشته باشیم، خواستیم خارج از محیط زندان این گفتگو صورت بگیره. اما زم آنچنان در لفافه گفت که اینجا محل بازجویی و اینا بازجویان من هستن، که نه بازجو خبرنگار و نه ادیتورش مخشون به ادیتش قد نداد. من همین یه دست لباس رو دارم،
بعد اینجا اومدم بچه ها برام لباس خریدن. بله اینجا محل نگهداری منه و این بچه ها هم بازجوهای من. اینجا بچه ها شاهدن، اینجا می اومدیم لباس زندان تنم میکنم. تو همین جایی که داریم صحبت میکنیم الان تقریبا شدم 108 کیلو رفتم بیرون. یعنی حداقل اینو تونست لابلای حرفاش بگه که آقایونم نفهمیدن دیگه، قدر شعورشون در همین حد. خیلی ادعا میکنن فیلم میسازن که وزارت اطلاعات چه کرد، آچمز کرد، اسرائیل رو نابود کرد، شبکه زد، الان اعلام کردن یه عده رو گرفتن. توی جریان نطنز حدود 20 نفر این رو دستگیر کرد، یه عده شون مورد اعتماد آقای صالحی هستن و صالحی رفته حتی به خود مقام معظم نامه داده که آقا من اینا رو میشناسم، اینا آدمایی هستن که فداکارن، کار کردن، زحمت کشیدن، ولی اطلاعات سپاه دستگیرشون. بعد از اونم جالبتر یه مجموعه از آدمای خود سپاه دستگیر شدن، کسانی که صیانت و حراست و حفاظت تأسیسات نطنز رو عهده داشتن. ضربه‌ای که به نطنز وارد شده، هرچی بیشتر میریم جلو اطلاعات بیشتری میاد، متوجه میشیم که ضربه مهیبی بوده. یادتون باشه در همون اتاق روحی، در واقع اون در اون مجتمع، بعضی از تأسیسات روی زمین است و بعضی زیر زمین. گودالی که حفظ شده نشون میده که این ناشی از بمب یا موشکی است که به اونجا خورد. و بعد از این ضربات سطح رو که ویران کرده در عمق 8 متری زمین، بین 6 تا 8 متر این عمقش هست و در بخشی از این سانتریفیوژها تولید میشه. ضربه‌ای که زده شده بسیار شدید و عمیق بود و تردیدی نیست این که میگن 2 سال برنامه ایران عقب افتاده، بعضی از کارشناسان میگن بیشتر از 2 سال، چون یه بار فقط با ویروسی که آلمانا و اسرائیل و آمریکا با هم فرستادن برنامه اتمی ایران 1 سال عقب افتاد. الان دیگه اصلا نظام ساختن سانتریفیوژها رو ویران کرد و اینه که رژیم خسارت بیشتری هم خواهد داشت. دیروز در فریمان مشهد دیروز دیدیم در اونجا تعداد زیادی مجتمع‌های صنعتی است که بعضا متعلق به سپاه، کارخانه میعانات گازی منفجر شد، انفجار مهیبی بوده، صداش در مشهد شنیده شد. بعد از ظهر در خود شهر مشهد در نزدیکی کوسنگی در اونجا یه انفجاری صورت گرفته در بنایی که نزدیک اطلاعات مشهد. به هر حال امیدوارم که هر چه زودتر سرزمین ما از شر و مصیبت یک حکومت نادان و جاهل و بی دست و پا، حکومت نادان، رهایی پیدا کنید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.
Thank you.